با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه دهم ماه هوت سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه فوریه سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر: چگونگی شکست جرگه برای ائتلاف زلمه رسول و قیوم کرزی، هشدار از بی‌باوری واشنگتن نسبت به کابل، تأکید مشاور امنیتی ملی بر دفاع در برابر جنگ طالبان، هشدار واشنگتن و مسکو درباره اوکراین و اهمیت ساخت راه ابریشم برای افغانستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی از حضور برادرش در انتخابات ریاست جمهوری بسیار نگران است. معاون جرگه تفاهم برای یک جاسازی زلمه رسول و قیوم کرزی با ابراز این مطلب میگوید در حالی که رئیس جمهور کرزی و شمار از اعضای این جرگه تاکید داشتند تا قیوم کرزی در انتخابات ریاست جمهوری به سود زلمه رسول بگذرد، اما دیروز قیوم کرزی خلاف انتظار رئیس جمهور و مشوره اعضای این جرگه تصمیمش را اعلام کرد که با پیکارهای انتخاباتیش ادامه میدهد. در این حال یک عضو دیگر این جرگه به نمایندگی از قیوم کرزی میگوید که بیشتر اعضای این جرگه موافق بودند تا قیوم کرزی در انتخابات باقی بماند و زمین دوبای از نامزدیش منصرف نشد. صالحه صداد گزارش میدهد. برخلاف تلاش های جرگه تفاهم برای یک جسازی زلمه رسول و قیوم کرزی، هیچ کدام این نامزدان از نامزدیشان منصرف نشدند. اما چرا این تلاش های این جرگه شکست خوردند؟ معاون این جرگه میگوید که برگزاری این جرگه خواست قیوم کرزی بود و وی از زلمه رسول دعوت کرد تا یکی از آنان در انتخابات باقی بمانند، اما در پایان بدون مشوره با اعضای این جرگه تصمیمش را به تنهایی اعلام کرد. همینطور آمدن و به جرگه اعلان کرد که ما یک جای شده نتانستیم و کمپین مستقل خود ادامه میدیم، که این اعلان خلاف توقع محترم حامد کرزی من حیث زعیم مملکت و خلاف توقع جرگه بود و قناعت جرگه با صحبت های جمهور رئیس کاملا میسر شده بود و جرگه قناعت کردن. اما یک عضو دیگر این جرگه به نمایندگی از قیوم کرزی میگوید بیستن که به نمایندگی از اعضای این جرگه برای تصمیم گیری درباره یک جاسازی این دو نامزد تعیین شده بودند، بیشترشان طرفدار حضور قیوم کرزی در انتخابات بودند. از همین رو قیوم کرزی به سود زلمه رسول کنار نرفت. 170 نفر که موجود بودند، هر نماینده خیست و پشت لاسپیکر پشت استیج بیانیه خود داد و اکثریت تام از قیوم خان کرزی حمایت کردند. در این میان یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی زلمه رسول میگوید که آقای رسول در این جرگه هیچ گونه نقش نداشته است. دیتیدال برابری او رغوین تیم پدی که هیچ راز شکل نو و د جرګې د نتایج په باب چې هم نتیجه نه ده ورکړې یا بې نتیجې د دغې ډلې کار پای ته ورسېدی، دا باید خپله د قیوم خان کرزی ټیم او خپل هغوی دې موضوع ته جواب ووایي. در همین حال پرسش به میان میآید که چرا رئیس جمهور کرزی از حضور برادرش در انتخابات نگران است. از حضور برادر خود تشویش داره که دسیسه جور میشه، منصوبه جور میشه. از حضور برادر ما سوء استفاده علیه کمپین، علیه انتخابات، علیه پروسه بزرگ تاریخی ملی صورت میگیرد. با این همه آیا پا در میانی رئیس جمهور کرزی برای کنار رفتن یک نامزد مداخله در انتخابات نیست؟ یک نوع حمایت سیاسی ایجاد میکنه و مردم فکر میکنن که خب رئیس جمهور از فلان کاندید حمایت کرده، بنان او برنده است و یک نوع رقابت میان کاندیداها از بین میره. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و پا در میانی رئیس جمهور کرزی چنین دیدگاهی دارد: که چیرتا تاسی یا هر څوک زغه کومه د تاسی د ټلویزیون نه لري د سیاست نه اومه درې کول لري، څه ولسمشر، څه وزیر، څه هر څوک دی هڅه کړي چې په دغه سیاسي مسایلو کې دیو په ضرر، دیو چا په ضرر یا دیو چا په نفع باندې کار کړی وي. ما درته وایم چې کمیسیون په دې برخه کې خپل صلاحیتونه یې مالی شکایت کمیسیون. این جرگه 170 عضو از اقوام پشتون ساخته شده بود و 8 روز برای یک جاسازی زلمه رسول و قیوم کرزی در کابل تلاش کرد. سرانجام بی‌نتیجه پایان یافت.
جیمز دابنز نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که تأخیر در امضای پیمان امنیتی بی‌باوری‌ها را در امریکا افزایش خواهد داد. این سیاستگر امریکایی میگوید که ادامه این بی‌باوری‌ها امریکا را ناگزیر ساخته است تا به خروج کامل نیروی امریکایی از افغانستان آمادگی گرفته شود. این سیاستگر ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان از بی‌باوری جانب افغانستان در کار امضای پیمان امنیتی با کشورش سخن می‌زند و به تعویق افتادن این پیمان را به سود افغانستان نمی‌داند. در روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور کرزی گفت که وی میتواند برای امضای پیمان امنیتی تا آخر سال منتظر باشد، اما این تأخیر نمیتواند بدون هزینه باشد. ما همچنان برای حضور کم رنگ نیروهای ما در افغانستان برای آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان و اجرای عملیات محدود در برابر حراس افغانی پس از سال 2014 میلادی کار میکنیم. سطح این تعهد با تأخیر در امضای پیمان میتواند کمتر شود، زیرا بی‌باوری در اینجا بیشتر می شود و ما همچنان برای خروج کامل آماده می شویم. با آنکه تنها 33 روز دیگر بعد زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و مدت کمی به انتقال قدرت سیاسی در کشور باقی است، اما این سیاستگر امریکایی ضرورت تامین بهتر امنیت برای افغانستان را جدی می داند. در افغانستان متضاد با بحث‌ها در غرب توجه بر انتقال دیگر قرار دارد. انتقال سیاسی از یک رهبر منتخب به رهبر منتخب دیگر. اگر اوضاع امنیتی بدتر شود، شاید تأثیری بر این که چه کسی افغانستان را سال آینده رهبری می‌کند نداشته باشد. اما اگر این انتقال سیاسی به گونه موفقیت آمیز صورت نگیرد، دستاوردها در بخش امنیت پایدار نخواهد بود. گفته‌های جیمز دابنز در حالی مطرح می‌شوند که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در ایالات متحده آمریکا به بررسی گرفته شده است و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته است تا در صورت امضا نشدن پیمان امنیتی با افغانستان خروج کامل نیروهای این کشور را از افغانستان به بررسی بگیرد. تغییر در قانون اساسی کشور اجگاه پیش‌شرط برای گفتگوهای صلح نخواهد شد. مشاور شورای امنیت ملی با ابراز مطلب میگوید که تنها با خواستای صلح طلبانه صلح در کشور تامین نمی شود. با کسانی که حاضر به گفتگوهای صلح نمی شوند مبارزه در برابر آنان ادامه خواهد داشت. سوی هم رئیس شورای عالی صلح میگوید که حقوق زنان اجگاه قربانی گفتگوهای صلح در کشور نخواهد شد. در این باره رفیع صدیقی گزارش دارد. مشاور شورای امنیت ملی جنگ های سه دهه اخیر به ویژه جنگ های کنونی را در کشور یک جنگ تحمیل شده از بیرون مرزها می داند و می گوید که مردم به ویژه زنان بیشتر قربانی این جنگ ها شده اند و می افزاید که به خواست های صلح طلبانه اجگاه صلح در کشور تامین نخواهد شد و اگر کسانی بخواهند تا قانون اساسی را برای گفتگوهای صلح تغییر بدهند این کار امکان پذیر نخواهد بود. طبیعی است که مبارزه برای صلح یک امر ضروری و الزامی است، اما تنها با تقاضای صلح طلبی دست یافتن به صلح هم ناممکن است. ما باید از یک طرف با تمام وجود تلاش بکنیم که به صلح و آتش بس دست بیاریم، ولی از طرف دیگر هم ناگزیر هستیم از عزت و شرف خود و مقابل آنانی که پیام صلح خواهی ما نمیخواهند بشنوند دفاع بکنیم. ولی اگر کسانی بخواهند قانون اساسی افغانستان را تغییر بدن پیش شرط صلح بسازن، چنین کاری صورت نخواهد گرفت. ما از حقوق، آزادی ها و دستاوردهای دموکراتیک خود و به خصوص هر آنچه که مربوط به حقوق زنان افغانستان می شود هیچ نوع تعویضی نخواهیم داد. از سوی هم رئیس شورای عالی صلح می گوید تا هنگامی که به حقوق تمامی شهروندان به ویژه زنان توجه نشود و نیز عدالت به گونه یکسان عملی نگردد، رسیدن به صلح پایدار کار دشوار خواهد بود. در روند صلح و مذاکرات دستاوردهای یک دهه گذشته به خصوص حقوق مسلم زنان از خطوط قرمز اند و به هیچ وجه با آن معامله صورت نمی گیرد. از سوی هم کمیته هماهنگی پیکار سال 250 هزار امضای زنان را از سراسر کشور گردآوری کرده است و خواهان آتش بس و سال از سوی طرف های درگیر جنگ در کشور شده اند. این صدا تنها صدای زنان آن افغان نیست، بلکه صدای اکثریت خاموش کشور هست که در آن مرد و زن، پیر و جوان شامل هست و همه به یک صدا خواهان قطع جنگ اند.
کمیته هماهنگی پیکار صلح سند را که در آن خواست بیشتر زنان کشور برای آتش بس و صلح گنجانیده شده است، برای جمهور کرزی، طالبان و دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد فرستاد و از آنان می خواهد تا در این زمینه گامهای عملی بردارند. هر گونه غفلت در کار نهادهای انتخاباتی کشور را به سوی بی‌ثباتی خواهد برد. عبدالله عبدالله که در مراسم اهدای کارنامه‌های شماره از دانشجویان علوم بهداشتی در کابل شرکت کرده بود، با ابراز این مطلب می‌افزاید که نتیجه رأی هوادارانش را نظارت خواهد کرد. از سوی دیگر، بابون عبدالله عبدالله از تشکیل جرگه‌ها برای یکجاسازی نامزدان انتقاد می‌کند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. این مراسم از سوی دانشجویان علوم صحی انستیتوت رازی برگزار شده است و دکتر عبدالله عبدالله یکی از مهمانان این مراسم است، اما در سخنانش به انتخابات نیز اشاره می کند. ایک وقت ما به ثبات سیاسی نمی رسیم اگر تقلب سرنوشت ما را رقم بزنم. یک بار دیگر از کمیسیون های محترم انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و تمام نهادهای مسئول تقاضا می کنیم که متوجه مسئولیت های ملی خود در این قبال در این زمینه باشند. فقط با حفظ بی‌طرفی مسئولانه در ارتباط به انتخابات عمل کنند. هر نوع غفلتشان خدا نخواسته میتونه سبب بی‌ثباتی در این کشور شود. در این مراسم معاون دکتر عبدالله از جرگه های انتخاباتی نیز انتقاد میکند. بیاید از دل توصیه به حق کنیم. ای وجه از اینکه جرگه های داخل و خارج میاریم و ببینیم که چه قسم تیمای مختلف با هم نزدیک بسازیم. با اینکه گفته می شود این جوانان هر کدام امید رسیدن به چنین روزی را داشتند، اما از همین اکنون برخی از آنان ترس بیکار ماندن را دارند. حالا تا می بینید افغانستان به چی حالت قرار دارد؟ ملیت پرستی است و زبان است و همی چیز است. اگر واسه داشتی پل داشتی میتونی که چیز کنی، با وظیفه تعیین شوی یا مقرر شوی. اگر نداشتی نمیشه. میخوام که بعد از هم ما تحصیلات خود را ادامه بدیم و در یک مسلک بلند خود برسانیم. در این روزها هر نشست و هر مراسمی رنگ و بوی انتخاباتی میگیرد. این نشست نیز مراسم فراغت دانشجویان بود، اما پسان رنگ و بوی انتخاباتی به خودش گرفت. خانواده محمد ظاهرشاه بابای ملت از نامزادی زلمه رسول پشتیبانی می کند. ستاد انتخاباتی زلمه رسول با پخش خبرنمایی می گوید که شمار از اعضای خانواده محمد ظاهرشاه از برنامه های زلمه رسول پشتیبانی کردند و خواهان ادامه پیکارهای انتخاباتی وی شدند. در این حال شمار از اعضای جرگه که برای ائتلاف دو نامزد به کابل آمدند پشتیبانی شاندان نیز از زلمه رسول اعلام کردند. وزارت امور زنان در نخستین گزارش از عملی شدن قانون منع خشونت در برابر زنان از افزایش خشونت ها خبر می دهد. بر بنیاد این گزارش بیشتر از 50% از این خشونت ها تنها در ولایت های کابل، تخار، هرات، بلخ و کاپیسا ثبت شدند. گیتی محسینی گزارش می دهد. به تازگی وزارت امور زنان همراه با وزارت امور داخله، لوی سارنوالی و دادگاه عالی نخستین گزارش از تطبیق قانون منع خشونت در برابر زنان را در 32 ولایت کشور را تهیه کردند. بر بنیاد این گزارش ولایت های کابل، هرات، تخار، بلخ و کاپیسا بیشترین خشونت ها در برابر زنان را گواه بودند. اما به علت ناامنی ها آمار دقیق از ولایت های نورستان و پکتیکا به دست نیامده است. بیشترین قضایای خشونت گزارش شده مربوط به کابل با رقم 21.8%، سپس هرات با 14.9%، تخار با 7.5%، بلخ با 5.2% و کاپیسا با 4.8% به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارد. در مجموع در این پنج ولایت 54.5% کل خشونت ها اتفاق افتاده. این قضایا اکثریتش به محاکم رفته، محکمه دو محکمه را یا سه محکمه را هم حتی در قسمت قضایای منع خشونت در بر گرفته فیصله محاکمه سیگانه را که از 3 ماه حبس تنفیذی الا 20 سال و اعدام بوده است.
لات و کوب، قتل، بدرفتاری و ازدواج اجباری خشونت هایی هستند که به گفته مقامات وزارت امور زنان در گزارش تطبیق قانون منع خشونت در برابر زنان بیشتر ثبت شدند. ادامه خبرها از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه را از بحر مداخله نظامی در اوکراین هشدار می‌دهد. باراک اوباما می‌گوید که تحرکات نظامی روسیه در منطقه کریمیا وی را سخت نگران ساخته است. اوباما می‌افزاید که مداخله نظامی روسیه در اوکراین هزینه خواهد داشت. این در حال است که نخست وزیر منطقه خودمختار کریمیای اوکراین برای حفظ صلح در این منطقه خواستار کمک روسیه شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در کاخ سفید سخن می گفت خواستار یک اوکراین متحد شد. باراک اوباما از حکومت روسیه می خواهد تا از تلاش های جامعه جهانی برای تامین صلح و ثبات در اوکراین پشتیبانی کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می افزاید که نقص حاکمیت اوکراین برای این کشور پذیرفتنی نیست. روسیه روابط تاریخی با اوکراین به شمول روابط فرهنگی، اقتصادی و تأسیسات نظامی در کریمیا دارد، اما هر گونه نقص حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود و این کار نه به سود اوکراین و روسیه و نه هم به سود اروپا است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال روسیه را از بحر مداخله نظامی در اوکراین هشدار می‌دهد که نخست وزیر منطقه خودمختار کریمیا برای حفظ صلح در این منطقه خواستار کمک رئیس جمهور روسیه شده است. این گفته ها در حال ابراز می شوند که حکومت موقت اوکراین روسیه را به جابجایی 2000 سرباز در منطقه کریمیا متهم می کند، اما حکومت روسیه تا کنون در این باره چیزی نگفته است. و این هم یک خبر تازه. طالبان پاکستانی برای 30 روز اعلام آتش بس کردند. سخنگوی طالبان پاکستانی میگوید که رهبری طالبان پاکستانی از تمامی جنگجویان خواسته است تا از این تصمیم پیروی کنند. شاهد میافزاید که این تصمیم را در نتیجه گفتگوهای گسترده با دیگر گروه‌های طالب گرفته شده است. در این حال حکومت پاکستان از این تصمیم طالبان پاکستانی استقبال می‌کند. طالبان پاکستانی در حال اعلام آتش بس می‌کنند که در یک رشته انفجارها در پاکستان امروز 11 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند، بعد 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته مقام‌های امنیتی پاکستان این انفجارها در بخش‌های گوناگون خیبر جنسی رخ دادند و در آن نیروهای امنیتی که کارمندان واکسین پولیو را محافظت می‌کردند آماج قرار گرفتند. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. ساخت راه ابریشم از برنامه‌های مهم حکومت افغانستان است که در نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای یک بار دیگر درباره آن بحث خواهد شد. مسئولان وزارت امور خارجه می‌گویند که در نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای که قرار است امسال برگزار شود، طرح‌های تازه پروژه‌های منطقه‌ای افغانستان پیشنهاد خواهند شد. زبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. هرچند ساخته شدن راه جدید ابریشم که از افغانستان میگذرد از موارد مهم دو نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای بوده است و گفته می شود برای ساخته شدن این راه تا کنون 5 طرح میان کشورهای ترکیه، چین، قزاقستان، آذربایجان و ایالات متحده آمریکا ساخته شدند، اما دیده می شود که تا کنون هیچ یک از این طرحها عملی نشدند. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در میز گرد نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان بر عملی شدن این پروژه تاکید دارد. راه ابریشم یک پیشرفت بزرگ ترانزیتی و بازرگانی در منطقه خواهد بود و ما می دانیم که نقش افغانستان در این پروژه به مثابه یک کشور ترانزیتی برجسته است و در این بخش نه تنها افغانستان، بسیاری از کشورهای منطقه سود خواهند برد. همی 17 طرحی را که ما در دوشنبه پیشنهاد کردیم همهش به خاطر احیای مجدد راه ابریشم است و امی راهی را که افغانستان مالکش بود و افغانستان به شکل از اشکال منفعت می برد و تمام منابع افغانستان در او سالها از امی راه ها عبور می کرد و تجارت ترانزیت رونق داشت. از سوی مسئولان وزارت امور خارجه می گویند ساخت بند برق کنر، عملی شدن یک پروژه بزرگ ترانزیت برق آسیای میانه از راه افغانستان به پاکستان از طرح‌های جدید آنها در نشست همکاری های منطقه‌ای هستند که بر عملی شدن آنها تاکید خواهند شد.
گفتگوهای حکومت افغانستان و شرکت MCC چین برای سرگیری کار پروژه مس عینک به نتیجه بودند. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند که شرکت MCC چین برای سرگرفتن کار در پروژه مس عینک با شرایط پیمان این پروژه علاقه ندارد. بانک مسئولان وزارت معادن از نتیجه گفتگوها با نمایندگان شرکت MCC چین اطلاع به دست نمیدهند، اما میگویند که تا چند ماه دیگر کار این پروژه از سر گرفته خواهد شد. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند با توجه به کمبودی ها در پیمان معدن مس عینک و مشکلات اخیر، گمان میرفت که حکومت شرکت MCC چین را برای سرگیری کار در پروژه مس عینک متقاعد سازد. اما با گفته آنان این گفتگوها نتیجه در پی نداشتند. چینایان پر هغه قرارداد باندې تکیه کوي او استناد کوي او وایي چې موږ دغه غوز یو تعهد نه دی کړی. افغان لور وایي چې نه تعهد شوي او دوی بیا ویلي وو چې دا مخفي دی او سري دی او دا نه باید افشا شي. په دې خاطر باندې اوس چې دا افشا شو دا مشکلات را برسیره شو. اما مسئولان وزارت معادن میگویند در چند ماه آینده کار در این پروژه سر گرفته خواهد شد. به محض که مذاکرات ما نهایی شد، ما کار در حوزه استخراج مس عینک به گونه گسترده آغاز میکنیم، ولی آن چیزی را که میشه گفت ای است که به زودترین فرصت مذاکرات ما به یک نتیجه واقع بینانه و ملموس نسبت به مسئله میرسند. در این حال شمار از آگاهان اقتصاد میگویند با توجه به کاهش کمک ها و مشکلات روز افزون اقتصادی در کشور، تأخیر در کار پروژه های بزرگ معادن به ویژه پروژه مس عینک زیانبار است. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 50 پول، یک یورو 79 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 930 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی. با اکنون این هم میر سید صدیقی با تازه های از جهان ورزش. خوش آمدید. سپاس همکار عزیز. باز هم خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های کرکت قهرمانی جام آسیا در برابر بنگلادش قرار گرفته است. در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرده است و در 50 آور 255 دوش را برای بنگلادش هدف تعیین کرد. بنگلادش اکنون در بیتینگ استاده است و سعی دارد تا هدف تعیین شده افغانستان را برآورده سازد. رقابت های قوی ترین مردان شهر کابل با قهرمانی شریف آرام پایان یافتند. وزیر سخی دوم شد و امید ایوبی در جایگاه سوم استاد. در این رقابت ها نزدیک به 100 ورزشکار قدرت بدنیشان را به نمایش گذاشتند. ستون پاورلیفتینگ افغانستان در کمیته ملی المپیک برگزار شده بودند. و اکنون چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 2. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 4. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 5. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 10. و شهر هرات نیم آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 2. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با تولو نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.